سرخط خبرها، ضربه سنگین بایدن و پوتین، احتمال تصرف پایتخت اوکراین توسط روسیه در ساعات آینده، پایان تلخ سلطه واشنگتن بر جهان. مشروع اخبار: ضربه سنگین بایدن و پوتین، رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تشدید فشارها و تحریمها علیه مسکو و دنبال تهاجم پوتین به اوکراین، واردات نفت و گاز از روسیه و ایالات متحده را ممنوع اعلان کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه 8 مارس در نطق تلویزیونی خود از کاخ سفید گفت: من امروز اعلام میکنم که ایالات متحده شریان اصلی اقتصاد روسیه را هدف قرار میدهد. او افزود: واردات نفت و گاز و انرژی از روسیه را ممنوع میکنیم. این بدان معناست که نفت روسیه دیگر در بنادر آمریکا پذیرفته نخواهد شد و مردم آمریکا ضربه قدرتمند دیگری به ماشین جنگی پوتین وارد خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد: این اقدام در راستای وارد کردن ضربه دردناک بیشتر به پوتین انجام گرفته است. احتمال تصرف پایتخت اوکراین توسط روسیه در ساعات آینده. ارتش روسیه با تقویت پیوسته نیروهای خود در اطراف کیف، پایتخت اوکراین احتمالاً تا ساعات یا روزهای اندک آینده اقدام به حمله و تصرف این شهر خواهند کرد. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز چهارشنبه 9 مارس گزارش داد که نیروهای روسیه احتمالاً 48 تا 72 ساعت آینده حمله خود به کیف را آغاز خواهند کرد. مرکز پژوهش‌های جنگ در واشنگتن در یادداشت تأکید کرد: نیروهای روسیه که به دلیل مشکلات لوجستیکی سرعت اندکی در جابجایی نیرو و تجهیزات برای محاصره پایتخت اوکراین داشتند، با غلبه بر این مشکلات احتمالاً طی روزهای آینده به کیف حمله خواهند کرد. پایان تلخ سلطه واشنگتن بر جهان. با اوجگیری تنش‌های فزاینده میان روسیه و غرب و همزمان با ادامه تهاجم نظامی همه‌جانبه پوتین علیه اوکراین، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که ایالات متحده باید پایان هژمونی تک قطبی خود را بر جهان بپذیرد. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، وزارت خارجه روسیه سه‌شنبه 8 مارس همچنین تأکید کرد که مسکو و واشنگتن باید مانند دوران جنگ سرد به همزیستی صلح آمیز بازگردند. وزارت خارجه روسیه با تأکید بر آمادگی مسکو برای گفتگوی صادقانه بر اساس احترام متقابل با ایالات متحده افزود که امیدوار است روابط دو کشور به وضعیت عادی بازگردد. ممنون از همراهی شما به این بخش خبری. برای حمایت از ما کانال یوتیوب صدای مردم را سابسکرایب نموده و در شبکه‌های اجتماعی نیز ما را همراهی نمایید.